تراما یک اتفاق ناگهانی و غیر مترقبه است که فرد توان رویارویی با آن را ندارد. فرد تحت تاثیر این تجربه با ترس، وحشت، ناراحتی و استرس فراوان امنیت خود و عزیزانش را تهدید می‌کند. اتفاق‌های تروماتیک کدام‌اند؟ اتفاق‌های تروماتیک گاهی نتیجه بلایای طبیعی است و گاهی عمل انسان. این اتفاق‌ها غیر مترقبه هستند، ولی واکنش به آنها عادی است و هر فرد واکنش خاصی نسبت به آن نشان می‌دهد. برخی با آن مبارزه می‌کنند، برخی در آن اتفاق می‌مانند و دیگران فرار می‌کنند. مثلا اگر سگی در خیابان به شما حمله کند، ممکن است واکنش‌های متفاوتی نشان دهید. مبارزه کنیم، بی حرکت بمانیم و یا بدون اینکه پشت سرمان را نگاه کنیم فرار کنیم. هیچ یک از این واکنش ها درست یا غلط نیست، بلکه واکنش غریزی ما نسبت به آن اتفاق است. هنگام وقوع این اتفاق یا بعد از آن، تغییراتی در جسم، فکر و احساسمان بروز می‌کند. تأثیر تروما بر زندگی رو با یک مثال بهتر توضیح دهیم. مغز ما مثل یک دوربین رویدادهای زندگی روزمره را به همان شکل ثبت و ضبط می‌کند. بعد از تروما این رویدادها به صورت عکس‌های پراکنده ظاهر می‌شوند. مفهوم زمان و مکان مبهم می‌شود. این تصاویر جسته‌گریخته درک منسجم ما را از دنیای پیرامون از بین می‌برد. خاطرات ما از آن لحظه بسیار واضح است و هنگامی که دوباره به خاطر می‌آوریم، آنچه که گذشته را با حواس پنجگانه من دوباره تجربه می‌کنیم. اگر صدایی را که در آن لحظه شنیده بودیم دوباره بشنویم، بلافاصله ممکن است خود را در محل حادثه حس کنیم. ممکن است ترسی را که در آن زمان تجربه کرده بودیم دوباره در زمان حال تجربه کنیم. این مهمترین عنصری است که تروما را از ترس‌های روزمره متمایز می‌کند. ذهن درگیر آن اتفاق می‌شود و اگر شخص به جاهای مختلف یا حتی یک جای امن هم برود، باز هم خاطره‌ها در ذهن او باقی می‌ماند. ذهن همیشه درگیر است. کوچکترین خاطره تداعی کننده می‌تواند ما را به آن لحظه برگرداند و عملکرد روزمره ما را مختل کند. اما آنچنان بر ذهن ما مسلط می شود که با هر رویداد نامطلوب همان وحشت را دوباره تجربه می کنیم و همیشه منتظر اتفاقات بد هستیم. ممکن است فکر کنیم ما مقصریم و به همین دلیل برای ما اتفاق افتاده است. در واقع این مسئله تقصیر ما نیست. مهم این است که وقتی به اندازه کافی احساس امنیت کردیم، شجاعت نگاه کردن به گذشته را پیدا کنیم و در جایی بر این انتظارات منفی غلبه کنیم و ذهن را از انتظار اتفاق بدتر خالی کنیم. مهمترین دلیلی که رخدادها تأثیرات تروماتیک بر ما می‌گذارند این است که نمی‌توانیم از احساس درماندگی و بیچارگی خلاص شویم و آن گره کور را در ذهنمان باز کنیم. کنار آمدن با تروما به تنهایی ممکن است سخت باشد. شاید هم زیاد مطمئن نباشید که اصلا نیاز به کمک بیشتر دارید یا نه. ممکن است فکر کنید در صورت درخواست کمک امکان دارد مردم شما را ضعیف یا ناتوان ببینند. همه این موارد طبیعی است. ممکن است در میان گذاشتن احساساتتان با یک فرد غریبه کار آسانی نباشد، اما فراموش نکنید کارشناسان و مؤسساتی هستند که به شما کمک می‌کنند تا از عهده مشکلاتتان برآیید. ممکن است بیفتیم و برخاستن از جایی که افتاده این برای من دشوار باشد، اما می‌توانیم برخیزیم و به همان راه ادامه دهیم.